سلام، مجتبی صوفی هستم و شما را به برنامه دکتر سیار خوش آمدید میگم. وقتی که هوا گرم میشه، چیزی که بسیار زیاد میشه او پشه ها هست. بعضی از پشه ها میتونه فوق العاده خطرناک باشن و باعث انتقال امراض به انسان ها شوند. یکی از پشه های خطرناک نامش پشه خاکی است که جنس مؤنثش میتونه که یک مریضی را به وجود بیاره که نامش لشمانیا هست و در بین مردم به نام سالدانه معروف است. در برنامه ای هفته می خواهیم که در مورد مریضی لشمانیا سالدانه با شما صحبت بکنیم. این که لشمانیا چی است، میریم به شهر هرات و در اونجا می بینیم که مردم با لشمانیا چگونه برخورد می کنند. دکتر محمد یونس ندیم هستم، مسئول ولایتی پروگرام ملی کنترل ملاریا و لشمانیای ولایت هرات. ولسوالی زندجان یکی از ولسوالی های ولایت هرات است که در غرب ولایت هرات در فاصله 45 کیلومتری شهر هرات قرار داره. دارای 4 مرکز صحی است، 2 مرکز صحی جامعه که ما به مرکز صحی جامعه میگیم و 2 مرکز صحی اساسی وجود داره. لشمانیا یکی از جمله امراض پارازیتی است که توسط یک پارازیت مخصوص به نام لشمانیا ایجاد میشه و توسط پشه مخصوص خاکی به نام فلیبوتوموس مؤنث از یک شخص مصاب و یا حیوان میتونه به شخص سالم انتقال پیدا بکنه. تقریبا در سطح جهانی در 88 مملکت لشمانیا وجود داره که از جمله در افغانستان هم واقع لشمانیا زیاد است. سالدانه دست کجا؟ کدام قسمت؟ از چی وقت شروع شده؟ چند وقت میشه که دانه پیدا شده؟ یک سال میشه. یک سال میشه. مثل یک تیجه که بیدک به چیز جون دست میگفتم این شاید خوب شد بکشیدی یک سال شد دیدم که تیار نشده باز. ابتدا پیش مریض یک دانگه که بسیار سرخ رنگی پیدا میشه که بدون درد و بدون خارشه، بعد اون دانه بعد از هفته ها و دانه بزرگ میشه که ما بر از اون نودل میگین و وقتی که او هم سرخی داره و پیدا میشه و بالاخره بعد از یک مرحله طولانی تبدیل به یک زخم میشه و یک که روی از او میبینی مرچق داره یا کراست بسته میکنه روی از او. یا ما وقتی این میخه یک چیز میخه که من طرف سوزن میگرسه من طرف چی میکنه که بابا یک چیز نشده اینی باز رفت از درخی عوض کردی تو عوض کردی نالی به جای رسیده. اینجا بود این اینجا هست. آها درش میشه به هر سوزش داره، خیلی سوزش داره، یه قدر باز تب میاره که دیگه یعنی بند شاد اینجا چی بود آهن بود فرد یک وقت هم بند شاد گرفته نمیشه از بس که این داغ اومده بود پیش از اون این پومار مرکز در جات مرس میده یکی پومار میده یکی گولی میده یکی از او پشتاری خشک میده گیری چیز کنه میدیدم دیگه از بد بدتر میشه. معمولا مردم همیر به نام سالدانه میشناسند، به نام لشمانیا کمتر با یاشنا هستند و نام معمولش سالدانه هست. که بازی میکردم متوجه شدم که اینجا مدونه یه رفتن شب به مادر خود گفتم مر صبح که شد بیاردم به کلینیک آزمایش گرفتن سالدانه بود. از این میبگیری؟ درد نمیکنم این مدونه بشتر بسه یه باشی قسمت هیچ درد نمیکنه بگو جون هیچ تشویش نگو ها. معمولا اطراف زخم یا قرحه با یک آنتیسپتیک پاک میشه و بدن با سوزنای و خزه یا پل جراحی هر کدام در دسترس باشه از قسمت عمیق زخم نمونه تهیه میشه و بدن زیر میکروسکوپ معاینه میشه و میتونه که شکل آمستگات پارازیت در داخل
سلاید از او تشخیص بده مریض. در روز معمولاً به طور شکل و صد کنه حساب کنه 4-5 واقع داره. حساب مریضای لشمانی ها که از مرکز و از ساحه ولسوالی زندجان هست. مدت زخم ازی اضافتر از 5 ماه میشه، 1 سال میشه، بناهن خود ازی میتونه لشمانی ها تثبیت بشه. یعنی منفی بودن اسلاید یا نمونه همیشه دلالت به این نمی کنه که مریض مصاب لشمانی ها نباشه. ما 80% واقعات ما رو از در کلینیکی تشخیص میکنیم، 20% واقعاتی که مشکوکه به لابراتوار رجعت بدیم. اتاقی که ما شما قرار داریم اتاق پانسمان و زرقیات است که مریض معمولا بعد از اینکه ثبت و راجستر میشه میاد اینجا برای کار کردن آمپول خود، که مریض روزانه آمپول اینجا کار میکنه. روزانه باید مریض به اینجا بیایه و زرقیات خود خور تعقیب کنه و البته به این کارت نام و ادرس دقیق مریض نوشته میشه، مقدار ادویه نوشته میشه و تاریخ مراجعه بعدی مریض هم برای از نوشته میشه و مریض که دوباره به کلینیک مراجعه میکنه باید این کارت داشته باشه که ما مقدار ادویه از روی کارت از رو تعیین کنه. این کارت که هست تاریخ مراجعه بعدی برای از نوشته میکنه. سبا پس بیا. خب کاکا نسبت به سالهای گذشته ما شاهد افزایش واقعات در ولایت هرات هستیم. بعد از وقفه میریم به دیدن کسی که به مریضی لشمانی مبتلا شده. این که مریضی در کدام مرحله قرار داره و چگونه فهمیده که ما لشمانی مبتلا شدیم از زبان خودش میشنویم، ولی بعد از وقفه. بالا شدن خیلی مشکل تر از پایین شدن. لشمانیا به دو شکل پیدا میشه، یک شکل زونوتیک یا شکل مثلا دیهاتی هست، شکل آنتروپونوتیک یا شکل شهری هم وجود داره در ولایت هرات است. که معمولاً در دهات میتونیم موشای صحرایی، گرگ‌ها، روباها، خرگوش‌ها باعث انتقال مرض میشن برای افراد که او هم امو پشم باعث انتقال مرض است از این حیوانات برای انسان میشه. وقتی که من خدا داده بود از ایران اومده بودیم تازه و من به داخل رو اصلا نرسیده و زندگی من خدا داده بود. تا فعلا هم که 18 سال عمر من، بازم 18 سال عمر خور به زندگی تیر کردم. پیرم استادم به مکتب، اونا اونجا معلمی میکنم، من خودم شاگرد صنف 12 هم. بعد از مکتب زراعت من بخونم، چرا که زراعت خیلی خوش دارم و شغل خودم مردم هم که همین زراعت زراعت کاری، همون زراعت بیشتر خوش دارم، همون میخونم. دکتر صمدی به دیدن فامیل میره و میخواهد که در مورد لشمانیا بیشتر همراهشان صحبت بکنه. سلام علیکم. خوبه این ساعت شما خوبه؟ چیل داریم؟ خوبه این ساعت شما خوبه؟ شما خوبه مجید صاحب؟ چیل داریم؟ ساعت شما خوبه؟ بخیرین؟ ساعت شما خوبه؟ آمادیم تفلک شما گفتم سالدانه ببینیم که وضعیت یک خونه را اگر ارزیابی بکنیم که چی چیز در داخل خونه داریم شما از نظر حیوانات و اینا. خب میریم طرف خرگوش ها ببینیم که یک منبع ممکنه که برای از اینا موجود باشه برای لشمانی یا سالدانه، یک منبع بسیار عمده که در اینجا خرگوش و اینا هم هست، میبینیم که در قسمت زندگی میکنه، میتونه یک منبع برای انتقال خود پرازیت لشمانیا باشه برای انسان. و
بعدم که از مکتب برمیگرده دیگه اون ساعتهای فراغت خود خود به داخل زمین با خانه اینا کار میکنه. ما بیشتر گندم، جو، جواری اینا کشت میکنیم، باغ هم داریم، باغداری داریم. ای چی رقم اتفاق افتاده؟ به چی شما این رقم سال دانه شده؟ یک دانگک تیجگک خورده بودم اینجا میخورید و بالاخره کلان شد، باز رفت به شفاخانه، ایره تشخیص کردن که لشمانی است یا به اصطلاح سال به اصطلاح ما سال دانه است. یک دوره تقریبا در 12 تا آمپولر به کلینیک سیز جامعه زندجان کار کرد، پشت سرش یک اندازه خوب شد، باز رفت هرات جا دکتر شهرام، باز اونا پس توصیه کردن دوباره می کار کنین. این وقتی جور میشه میتونه از یک قسمت دگی اوج کنه، یعنی دوباره برگشت کنه مریضی پیدا بشه پیش از او. به خاطرم باید مجددن باید باز به کلینیک مراجعه بکنه که یک دفعه تستی از او گرفته بشه و ببینیم که آیا این سالدانه هست یا نیست، و اگر در صورتی که سالدانه بود باز ما میتونیم بریم از کلینیک برای مرکز صحی که هسته برای بگیم که برای ازی دوا بده که تداوی ازی بشه. خب حالا چی احساس داری خودت به این قسمت که سالدانه شدی و در حقیقت یک معیوبیت بروی تو احساس به صلاح شرمندگی یا احساس ازی بکنی که چرا روم ایت شده ایت خم خو نیستی؟ چرا بیج نیام؟ کم کم میفهمم که نبایدی تو میشود، حالا که شده همین خودی هم بعد رقمیه دیگه، باید به هر طریقه میشه ارتدوی کنم تا تیار شیم. در ارتباط به همین مریضی لشمانیه سالدانه معلومات داریم یا از چی پیدا میشه؟ چی رقم هست؟ تقریبا خورده معلومات داریم دیگه، از لاک کتابه های مکتبشون معلم هستم. بعضی مریضی ها مثلا مریض لشمانیه که به نام سالدانه هم میگن، یک نوع مریضی است که از توسط بعض حیوانات مضر به اصطلاح از یک انسان به انسان دیگه سرایت میکنه، یا مثلا پشک ملاریا را از یک انسان به انسان دیگه انتقال میده. او هم همینطور معمولا در جای زندگی میکنه که در اونجا درس هاست و خانه به اصطلاح خانه پخته نیست، کاگل است. اگه شما مشاهده کنی میبینی که در اونجا میتونه پشه زندگی کنه و در اونجا بیای باز برای تغذیه خو انسان رو بگذه و در ضمن مرض را هم انتقال داده برای افراد انتقال داده. ما همه ساله داروی 6 ماهه در خانه خود استفاده میکنیم. خب داروی 6 ماه شما استفاده میکنیم، یعنی هر بار از اون دارو استفاده میکنیم؟ یعنی گاه متفاوت، مثلا یعنی یک سال از یک نوع دارو سال دیگه. شما تجربه کردین که سال گذشته به طور مثال همون دارو استفاده کردیم خب موثریت داشته و این سال از اون استفاده کردیم موثریت نداشته، حالت تو واقع شده؟ طبعا شده بله. ما یک دارو استفاده کردیم رو از اون پاکت ها از اون هلمند نوشته بله. بسیار موثر بود. اما دیگه داروهای گرفتن گرچه دو نوع دوار هم به هم ترکیب میساختیم خب موثریت نداشت. دلیلی هم که شما میگین موثر نبوده با بارهای بعدی، دلیل همینه که چون نسل پشه بعدی که به وجود و از نظر ژنتیکی متشن به اصطلاح تغییراتی در ژن‌های از وجود می و باعث میشه که به مقابل همو دوا مقایم شه و دوا برای اون موثریت نداشته باشه. فرجیس موفق باشین. خداحافظ شما. بخیر باشین. خداحافظ شما. خداحافظ. ما شما میریم دیگه. خداحافظ شما. بعد از وقت میبینیم که مریض چقدر خوب شده و مریضیش در کدام درجه قرار داره. آیا باز هم نیاز داره که به کلینیک بره یا خیر؟ جان جو کیا رخصت خواسی الحمدلله زنده باشی. میگم نه این دونه سر پوستو تیار شد نیام برنامه، بیا بریم شفاخونه یک تست دیگه هم بدیم نگاه کنیم چی رقمه. بریم کجا بودی که این سال دونه بر رو تو تجک شد؟ تجک شد اتفاقی سرخ بودم یا فجین بریم نگاه تجک یه هورتکی بود کلون شد دیگه خوش خوش کلون شد دیگه. چه کار میکردی؟ هیچ کس سرخ بمگه بودیم یا ولی اینجا رادی پشه بکندی بوده من یه هم تو بوده اگه بعد میاد اکثر این بکندم کلمتر شد دیگه. خب چه کار کردی؟ برفتی پیش دکتر چی رقم؟ پیش دکتر برفتم کم پیشگیری کار کردم و خب نشود پیشگیری کار کردم ولی خوب شده. آزمایش بگرفتم از تو؟ بله. از من خودم شخصا برفتم، من بازم نمیفهمم چی رقم شد.
اصلا یک دوا هم خلاص شد، دوا شفاخونه ما یک مرحله که کار کردم مستیار شد دیگه، یا دو پیچکاری دیگه بیشتر لازم ندیشتر. بعد از یک هفته دو هفته با پس کلون شدم اونجا بود که معمولا تداویی که در داخل کلینیکا انجام میشه خب دوایش رایگان است. ما تانستیم به کمک سازمان صحی جهان دار تهیه کنیم و در 18 مرکز صحی در ولایت هرات در مولسولی ها ما مرکز صحی فعال ساختیم برای خدمات لشمنیا. اینجا که کاملا خدمات لشمنیا در اینجا رایگان است. ما مریضار تا 21 روز تداوی می کنیم در اینجا. خب معمولا دوایی که در افغانستان استفاده میشه دوای 5 ظرفیتی است برای خود لشمنیا یا به نام پنتاولین انتیمونیس مونیال است. ما از او استفاده میکنیم که آمپولایش است در اینجا زرق میشه. هر روز مریض که میاید در داخل کلینیک زرقیاتش داده میشه و میره 21 زرق برای مریض اینجا اتفاق میفته که تداوی میشه مریض. چی تکلیف داره؟ امی سال دونه شده برومه. خب چند وقت شده؟ از پارسال زمستون یک ساله. از پارسال؟ زمستون تداوی بکردی یا نه؟ بله، سه مرحله تداوی کردی. به کجا تداوی کرده؟ به همین شفاخونه. سگ تو چیز ندارم؟ چره داریم، سگ دارم. سگ دارم. چهار اطراف شما که زمین زراعتی اونجا خرگوش و موش تو چیزا داره؟ خود ما زمین داریم، همیشه داخل زمین کار میکنم. خود داخل زمین که کار میکنه اونجا موش هم هست یا نه؟ بله هست. از روز اول که همین دانه به همین جا پیدا شد چه رقم فهمیدی که شاید سال دانه باشه؟ این تجاک شده بود، وقتی که تجاک شده بود دیدم کلون شد، اون مال با فهمیدم که تجاک دینه. بیام آدم اینجا پرزه گرفتم از بخشی داری، باز پیش دکتر صاحب آمادم اونا آزمایش گرفتن، گفتم این سلدونه یه، باز بهم کارت دادم، گفتم از رو ازی برو دوا بگیر، از دواخونه که دوا گرفتم، خوب نشد، گفتم یک مرحله بیا با مرحله دیگه، یعنی دو سه مرحله رو میتو کار کردم. در صورتی که شفایاب نشه خب مسائل مقاومت دوایی مطرح هست، شاید قفلت مریض باشه که مریض نیه برای تداوی خواهرست تداوی خورینجوگا عقص بکنه و اگر مجددن که ببینیم مریض خوب نشه باز برای یک ماه استراحت داده میشه و بعد از یک ماه مجددن مریض میخواسته میشه و تداوی از او باز دوباره اثر برای 21 روز دیگه تداوی از شروع میشه. سلام برادر، خوب هستی؟ سلامتی؟ خوب هستی؟ بشین بخواهم. چی مشکله؟ این لشمونی یا سلدونه یه پیش دکتر سه برفته اونجا نه؟ بله، چند مرتبه پیچکاری کار کردیم، بله حاله گفتم بریم دوباره تست بگیریم. دوباره تست بگیریم؟ تست نداره، نه تست بگیریم، فقط یک ذره سوزن میخوره و یک کرم اولاگ میشه. مرحله اول که مریض مراجعه کرده بود سراد از این واقع مثبت بود. بعد از مدت که دوا برای از روزانه مریض به کلینیک مراجعه کرد باز همین دوا که بیز زرق گردیده بود و امروز که نگاه میکنم باز دوباره بعد از ختم تداوی که باز دکتر مربوطه روان کرد به بخش لابراتوار، خوشبختانه سراد که از مریض گرفتم منفیه، یعنی مریض بهبود یافته، دیگه لازم اصلا ضرورت به دوا برای زرق سردین و لشمونیا نیه. خیلی نتیجه مثبت داده، خیلی بهتره، یعنی سلاده که ما مشاهده میکنم منفیه ولی نتیجه مثبته. چه خوب شده دیگه نیاز به تداوی نیه. درد میکنه؟ سبزه بنام. خب چه کار چی رخم درد میکنه؟ چی رخمه؟ میگه سوزش میکنه. سوزش چی چیزا داره؟ بابا گرد بسن. پیام برای مردم این هست که با پرسنل صحی خود همکار باشند. هر قدر ما وزارت صحت عامه ما، ریاست صحت عامه ما، پروگرام ملاریا ما قوی باشه، وقتی مردم هم کاری نداشته باشن در حقیقت کار ما هیچ است. به خاطر از این مثلا میبینیم منابع وقتی که در خانه های از اونا منبع وجود داره
بعد اونا خودشون همکاری کنن که نمون منبعی که باعث میشه که مرض انتقال کنه برای انسانها و از بین ببرند. کلکینای خانه خود جالی بگیرند، از اسپری‌های حشره کش استفاده بکنند. حداقل اگر پشخانه هایی که با دوا مختص نشده یا با دوا دوازده شده نیسته، از پشخانه های عادی که دارن در فصل، به خصوص از فصل حمل تا میزان، از اونا استفاده بکنن تا که به این مرض دوچار نشند. و آب های استاده که اگر میبینم جایی که رطوبت داره آب های استاده وجود داره که منبع خود پرازیت میتونه باشه، منبع به صلاح پشه میتونه باشه، در اینجا رشد میکنه، بعد اونا رو از بین ببرن. نوع داخلی سالدانه میتونه که از طریق داخل دوران خون نفوذ بکنه به جگر ما شما. عیناً زخم را که در داخل جلد ایجاد میکنه و زخمش پاک نمیشه و تاپش میمونه، لکش میمونه، میتونه که در داخل جگر عین وضعیت به وجود بیاره. کی حالت میتونه که خطرناک و حتی کشنده باشه. چیزهایی که من از این برنامه آموختم چی است؟ یک، به هر طریقی ممکن باید از ورود پشه‌ها به داخل خانه خود جلوگیری بکنیم. آسان ترین طریقش این است که با کلکینای خانه‌تون جالی بزنین و یا هم از پشه‌خانه هایی که با دوای خاص مخصوص شدن از استفاده بکنین. دو، تا حد امکان کوشش بکنین که اگر اندکترین بخار در قسمت روی، دست و یا دیگر قسمت وجودتان احساس میکنین و این بخارها خوب نمیشه، هر چه واجب به مرکز سی مراجعه بکنین که مبادا این سالدانه باشه. سه، اگر شما مسافرت میرین، به سفر میرین و در اون مناطق شما دسترسی ندارین به پشخانه ها، میتونید که از مایعات یا کریم های مخصوصی که به خاطر جلوگیری از گزیدن پشه های لشمانی استفاده میشه از این استفاده بکنین تا پشه ها شما نگزه و مبارزی سالدانه مبتلا نشین. و مهمتری که نوع داخلی سالدانه میتونه فوق العاده خطرناک و حتی کشنده هم باشه. خدا کنه که موضوعات خوبی را مخاطب باشین از این برنامه. تا برنامه بعدی شما رو به الله پاک میسپارم. الله حافظ.